فرح دیبا بی تردید یکی از تأثیرگذارترین زنان تاریخ ایران است که نمودهای نقش آفرینی او در فرهنگ، معماری، هنر، شهرسازی و علم اندوزی در جای جای ایران به روشنی پیداست. او پیش از ازدواج با محمد رضا شاه پهلوی در خانواده پیشرو متولد شد و با مفاهیم جهان مدرن رشد و پرورش یافت. سهراب دیبا فرزند شجاعالدوله و از خانواده متنفذ عصر قاجار و فرید قطبی فرزند باقر امجد سلطان از نوادگان قطب الدین شریف راهیجانی در روز 22 مهر 1317 در تهران تولد تنها فرزندشان را جشن گرفتند و بر او نام فرح نهادند. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. با ما همراه باشید. پدر و مادر فرح هر دو تحصیل کرده بودند. پدرش نوه نظام العلمای تبریز، معلم ناصرالدین میرزا، ولیعهد ناصرالدین شاه پیش از سلطنت، از خاندان سرشناس تبریز بود. در دانشکده افسری سن پترزبورگ تحصیل کرده و دیپلم خود را از فرانسه گرفته بود. او در رشته حقوق در همانجا مشغول به تحصیل شد و پس از پایان تحصیلاتش در مدرسه نظامی سنسیر به ایران آمد و افسر ارتش شاهنشاهی شد. مادرش که از نوادگان صفوی و مفسر به نام قرآن یعنی قطب الدین شریف بود، در لاهیجان دیده به جهان گشود. به مدرسه ژاندارک تهران رفت و تنها 10 سال پس از ازدواج به سوی همسرش نشست، اما با عزمی مثال زدنی به پرورش دختری قوی و با اراده همچون خود پرداخت. او فرح را به مدرسه ایتالیایی ها، مدرسه ژاندارک و سپس رازی تهران که به مدرنیست و سکولاریست شهرت داشت فرستاد. فرح در دوران آموزش ابتدایی و متوسطه در بسیاری از رشته ها از جمله ورزش می درخشید. کاپیتان تیم بسکتبال مدرسه ژاندارک و 3 بار این تیم را به قهرمانی تهران رساند. قهرمان پرش ارتفاع، طول و 2 میدانی تهران شد و به عنوان سرپرست گروه پیشاهنگان به فرانسه رفت. در مدرسه رازی نیز دانش آموز نمونه بود و توانست از مدرسه اختصاصی معماری پاریس پذیرش بگیرد، گرچه برای بورسیه تحصیلی انتخاب نشده بود. فرح دیبا با اندوخته های ارزنده از تربیتی پیش رو به فرانسه رفت و در مسیر آموزش با تعلیمات دموکراتیک فرانسه و هنرمندان و اندیشمندان مطرح غرب آشنا شد. پاریس با فرهنگ ریشه دار در انقلاب ها و تحولات بزرگ، خلاقیت ها و آرمان های بزرگ را در فرح پرورانی. او با لیلا امیر ارجمند که خود نیز گرایشاتی ترقی خواهانه داشت رفاقتی نزدیک یافت و در بین روشنفکران آن زمان رفت آمد میکرد. نبوغ، تلاش، بلند نظری و بلند پروازی او از همان نوجوانی چنان عیان بود که یکی از ردمندترین شخصیت های سیاسی آن دوران را به خود جذب کرد. در سال 1338 زمانی که هنوز فرح دانشجو بود، محمد رضا پهلوی برای دیدار رسمی با ژنرال شارل دوگل به پاریس رفته بود که فرح را در مهمانی دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه در سفارت ایران از نزدیک دید. مکالمه فرح و شاه بسیار کوتاه، اما تاریخی را نه تنها در زندگی فرح جوان تغییر داد، بلکه شرایطی را برای او فراهم کرد که بتواند تأثیر عمیق در تاریخ ایران بگذارد. از آن دیدار کوتاه تا دیدار دوباره او با شاه در منزل شهناز پهلوی، بزرگترین فرزند محمد رضا پهلوی، تا روزی که شاه تصمیم گرفت با او ازدواج کند زمان بسیار کوتاهی گذشت. شهر آن دیدار و ازدواج از زبان بسیاری ذکر شده است، از اردشیر زاهدی گرفته تا خود فرح در کتاب‌هایی از خاطرات. فرح دیبا اکنون به استقبال لقب اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی، ملکه ایران و بعدتر نایب السلطنه می‌رفت و بالاترین مقام رسمی می‌شد که زنی در آن روزگار می‌توانست به دست آورد. جوانی پر استعداد و پرشور حال به درباری ورود می‌کرد که پیش از آن 2 زن قدرتمند دیگر، فوزیه و ثریا، را به خود دیده و آنها را بدرقه نیز کرده بود. فرح خیلی زود اولین فرزندش رضا را به دنیا آورد و موجبات شادی فراوان شاه را که انتظار تولد پسری برای ولیعهدی داشت فراهم آورد. فرح جوان سپس فرحناز را در سال 1341، علیرضا را در سال 1345 و لیلا را در سال 1349 به دنیا آورد. فرزندانی که از جان
دوستشان داشت. فرح اما شخصیتی مستقل داشت. او که شیفته ی هنر، ادبیات، فرهنگ و البته معماری بود، خیلی زود مجال یافت تغییراتی را به سوی مدرنیته انجام دهد. اولین اقداماتش هنوز در دیدرس مردم قرار دارد که به مجموعه کاخهای سعدآباد می روند و در این کاخ سفید از راهنماهای تور می شنوند دکوراسیون مدرنی که به کاخ و به ویژه دفتر فرح آورده شد طرح و به دستور خود او بود. اما تاثیرگذاری فرح بسی فراتر از این هاست و آنچنان در دیدرس هر ایرانی قرار دارد که یاد و نامش را زنده نگه می دارد. از برج شهیاد آزادی که آغوش تهران را به مسافران پایتخت می گشاید تا تعریضی تأسیس دست کم 9 موزه که تاریخ ایران را حفظ می کند. این موزه ها اغلب علاوه بر ارزش تاریخی و باستانی گنجینه های هنری نیز هستند، از جمله موزه فرش، موزه رضا عباسی و از همه شاخص‌تر موزه هنرهای معاصر. فرح دیبا تمرکزی خاص بر هنر داشت که در بین همتایانش در دیگر کشورها کم نظیر بود. طرح‌های لباس‌های او خاص، چشمگیر و منحصر به فرد بودند. بسیاری از لباس‌ها و جواهرات فرح پهلوی که هر یک اثری هنری هستند، امروزه در کاخ موزه‌های پایتخت به نمایش درآمدند یا نگهداری می‌شوند. زیرا روزی که مجبور به ترک ایران شد، این لباس ها را برای مردمی گذاشت که خود را به آنها متعلق می دانست. تعلق خاطر او به فرهنگ و هنر و مردمی که امکان دسترسی کمتری به محصولات فرهنگی و رفاه موجود در شهرهای بزرگ داشتند، در انجام مسئولیت هایی که به عنوان ملکه و همچنین نایب السلطنه به او واگذار شده بود نمود می یافت. دفترش مشخصا بر 4 حوزه تمرکز داشت: آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و البته فرهنگ. و حاصل تمرکز گسترده فرح پهلوی بر این بخش ها تأسیس مؤسسه هایی بود که برخی برای اولین بار در ایران راه اندازی شد. از جمله می توان به نقش کلیدی او در تأسیس دست کم 24 سازمان فرهنگی آموزشی بهداشتی اشاره کرد. مؤسسه هایی مانند بنیاد فرهنگی ایران، دانشگاه فرح پهلوی، دانشگاه علوم، انجمن سلطنتی فلسفه، شورای عالی تحصیل، مدرسه نابینایان رضا پهلوی، سازمان ملی حمایت از کودکان، سازمان ملی مبارزه با سرطان، کنگره پزشکی تهران، سازمان ملی انتقال خون ایران، انجمن یاری برای قربانیان سوختگی، انجمن یاری برای جزامیان، سازمان حمایت مادران و نوزادان، شورای عالی تحقیقات علمی، شورای عالی بهداشت، انجمن فیلارمونیک تهران، شورای عالی معماری و توسعه شهری. شماری از کارشناسان معتقدند شهرسازی نوین تهران که المان‌های پاریس و البته نیویورکی دارند، مرهون این تمرکز فرح پهلوی بر معماری و توسعه شهری و حمایت او از معماران برجسته است. تعداد ساختمان‌هایی که معمارهای بزرگ و نامدار در دهه 40 و 50 خورشیدی در تهران و برخی دیگر از شهرها بنا کردند و هر یک تبدیل به نماد شهری شدند، آنقدر زیاد است که شاید هرگز در هیچ شرایطی نتوان اثرگذاری فرح پهلوی را از دیدرس هر کسی که پای در ایران می‌گذارد یا در آن کشور به دنیا می‌آید و زندگی می‌کند پاک کرد. یکی از مهمترین مؤسسه‌هایی که شخص او در تأسیس آن نقش داشت و بر رشد و تربیت 6 نسل تا به امروز اثر گذاشته، قانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان. قانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان علاوه بر این که بنیانی محکم برای رشد فرهنگ و علمی نسل‌های متعدد از کودکان بود، به محیطی برای جذب و فعالیت جوانان هنرمند و اندیشه ورز و روشنفکر و متجددی بدل شد که از میان آنها نسل‌های درخشانی از نام‌آورترین‌های عرصه هنر و دانش اندوزی برخاستند. فرح پهلوی توجه خاصی به مردمی داشت که در روزگاران پیش از او هرگز تصور هم نمی‌کردند بتوانند از نزدیک مقامی از دربار را ببینند، چه رسد به این که با ملکه گفتگو کنند. او به مناطق روستایی دور افتاده و فقیرنشین و بیمارستان‌ها می‌رفت و از نزدیک به مطالبات آنها گوش می‌کرد. حاصل این دیدارها از نزدیک با مردم در دفتر کار او رقم می‌خورد. وقتی که او از جایگاه خود برای تغییرات بنیادین در راستای بهبود زندگی مردم استفاده می‌کرد، شهرتی جهانی که او کسب کرده بود نیز به همین سبب بود. با تمام اینها
همه مردم ایران نگاه و نظر یکسان نسبت به او نداشتند. گروهی زندگی او را به دو بخش تقسیم می‌کنند. یکی زنی تاثیرگذار و فرهنگ دوست به نام فرح دیبا که جشن‌های هنر شیراز را ترتیب داد و دیگری ملکه‌ای همگام و همراه با محمد رضا شاه به نام شهبانو فرح پهلوی که میزبان سران کشورهای دنیا در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی بود. برخی از مخالفان سلطنت برای شخصیت اون به عنوان فرح دیبا جدا از جایگاهش احترام قائلند و برخی از موافقان نظام پادشاهی او را در جایگاه شهبانو فرح پهلوی ملکه، نایب السلطنه و مادر ولیعت ارج می‌نهند. اما تعریف خود او از خیش به ویژه پس از ترک ایران و درگذشت محمد رضا شاه فرحی است که شخصیتی مستقل و تاثیرگذار داشته و همزمان همسر محمد رضا شاه و مادر شاهزادگانی است که به آنها عشق و مباهات ورزیده است. فرح پهلوی پس از دی ماه 1357 درد دوری از وطن، مهاجرت، فقدان همسر در غربت و سوی دو فرزند جوانش را تجربه کرده و هنوز نیز از یاد آن ایام نکاسته است. او چندین کتاب از زندگی خود و آنچه حکومت اسلامی عصب کرده تحریفش کند و ممکن است از دست برود به رشته تحریر در آورد. چند آکادمی معتبر غرب از جمله هاروارد از فرح پهلوی تقدیر کرده و به او به پاس خدمات بشردوستانه دکترای افتخاری دادند. مستندهای متعددی نیز در شرح دقیق زندگی او ساخته شدند. دوستان عزیز خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لطفاً یک جمله در وصف شهبانو فرح پهلوی در کامنت ها برامون بنویسید. ممنونم از نگاهتون.